سلام، روز بخیر. شگفت احمدی هستم، با معرفی نرم افزار در نگار در خدمتتون هستید. این برنامه کاری که انجام میده انواع تاش، بافور، درهای کلاسیک، درهای قابی و بک‌گراند ها رو برای شما ایجاد میکنه. خب برنامه رو که باز میکنین، در این قسمت سه گزینه رو میبینین که پریویو کارها رو نشون میده. قسمت اول کابین دورها و میدل ها هست که با توجه به عددهایی که میدین در رو برای شما وصل میکنه. من هر ابعادی که تو قسمت طول و عرض بدم بعد از اعمال و مشخص کردن این عددها، حتی میتونم از نزدیک زوم کنم و نحوه ترسیم رو ببینم. گزینه ترسیم رو که بزنم شروع به رسم کردن میکنم. خب اگر اندازه دیگه داشته باشم کافی اندازه ها رو، اندازه جدید رو وارد کنم. این کار رو برای من انجام داد و میتونم کنار بذارم. نکته ای که داره، بدون نمایش اندازه، یعنی اگر من اینجا مجدد ابعاد دیگه رو وارد کنم، این دفعه اندازه رو وسط کار برای من نمایش میده. میتونم کارها رو داشته باشم. کسر از عرض و کسر از طول. میتونم مقدار بادخور کار رو هم اینجا مشخص کنم. خب بیایم ابعاد دیگه رو وارد کنیم و طرح دیگه رو مشخص کنیم و ترسیم رو بزنیم. خب ترسیم جدیدمونم رفت جلو. با توجه به اینکه ما 40/80 زده بودیم، 3 سانت از هر طرف کم شد. مقدار بادخور رو هم توی کار اعمال کرده. بدون نمایش اندازه میذاریم که اون عدد مزاحم نباشه. یعنی اگر مزاحم هست کافیه با کلیک گرفتن کلیک کنترل و کلیک کردن روش اون عدد ها رو حذف کنیم. قسمت ها گروپ شده است، بر اساس رنگ بندی مشخص شده که شما توی جیکوت گرین هم مشکلی نخورید. خب طرح رو نشون بدیم. چه طرحی رو داریم ما؟ شماره طرح یک که توی دو حالت یک و دو هست، دو همینطور و همین ترتیب حالت های مختلف طرح رو داریم. اجرا شده طرح رو میتونم اینجا ببینم و مشخص کنم و زوم کنم تا طرح رو از نزدیک هم مشاهده کنم. هر کدوم از اینها رو که خواستین میتونین با وارد کردن مقدار ترسیم رو انجام بدین. به فرض من فاصله ها رو هم میتونم تغییر بدم، فعلا تغییر نمیدم. نمونه اجرا شده کار هست. سی و دو طرح مختلف رو داریم که میتونین با عضویت و خرید برنامه به طرح ها اضافه کنیم. قسمت بعدی قسمت بک‌گراند یا پس زمینه کار هست که طرح مختلف رو قرار دادیم و قاعدتا افزوده میشه به این طرح ها. میتونم ابعاد رو مشخص کنم. بعد ترسیم رو بزنم. علاوه بر طرح بیرونی، طرح داخل هم زده میشه. فعلا طرح داخلیمون غیر قابل تغییر هست، یعنی چیزی که میبینین عیناً قرار میگیره و تنظیمات خاصی نداره. نفره داره کارش رو انجام میده، ما هم میتونیم منتظر بمونیم تا تنظیمات و کار تمام بشه. خب این هم طرح اجرا شده ما هستش. خب ما گزینه رو گذاشتیم که ترسیم در انتخاب رو انجام بده. یعنی اگر شما منطقه انتخاب شده داشته باشین، ترسیم در انتخاب رو که بزنین، زمانی که گزینه ترسیم رو میزنین، این ترسیم وسط رو من باید میزدم،
ترسیم رو انجام میده. جدا از این که ترسیم خود شکل رو کامل انجام میده. اینها به خاطر کسایی که فایل ها رو آماده کردن توی نرم‌افزار مثل کات ماستر و آوردن اینجا فایل رو دیگه نمیخوان اندازه ها رو بدن، میخوان ترسیم در انتخاب رو داشته باشن. اگر ترسیم وسط رو بزنین، فقط اتفاقی که میفته ترسیم قسمت وسط یا طرح بک‌گراند رو انجام میده که برای کارهای مختلف دیگه شما ممکنه طرح دیگه داشته باشین از درها، ولی ترسیم وسط رو بخواین از این قسمت میتونین استفاده کنین. این هم با اندازه دلخواه ما که ایجاد شد کار. خب ترسیم وسط رو اگر بخوام بزنم مقدار ابعاد رو بهش میدم. ببینیم ترسیم در انتخاب بزنیم مجدد. ترسیم وسط رو فقط به من انجام میده که کاملا هم اندازه با این محدوده هست. خب گزینه های پایین زبان رو انگلیسی میکنه. این دو دکمه برای ابعاد 366 و 244 ورق در نظر گرفته شده که قاعدتا برای چیدمان هاتون استفاده میکنید. زوم بک و زوم این هم برای زوم شدن روی کار. و اگر از کاری تکثیر بخواید یک کپی ایجاد میکنه، کار کپی رو انجام میده. دکمه دیگه که تبدیل شده برای کارهای دیگه است که توی آپدیت بعدی ارائه میشه. کامل دور فریم هست. فریم های قابی یا درهای قابی ویترینی رو تو این قسمت داریم. نمونه ها رو میتونین ببینین. با توجه به اندازه هایی که میدین به کار میتونین این کار رو خروجی داشته باشه. به این صورت یا افقی کار، عمودی کار. حالا سپس بیم نمونه دیگه رو من اجرا میکنم. هم طرح بعدی ما که داریم. بریم سراغ قسمت ابجکتیو ها که عکسشون فعلا ارائه نشده که توی همین آپدیت همین هفته کامل ارائه میشه. عکس ها هم وقتی که انتخاب کنین با توجه به ابعادی که بهش میدین ترسیم رو بزنین و براتون ترسیم رو انجام میده. نوع ترسیم ابجکتیو ها با توجه به ابعاد ممکنه متفاوت بشه. طرح مختلفی توی کار داریم. اینها رو خوب من بعداً عکس‌هاشون رو براتون توی کار نهایی فرستاده میشه. اگر سوالی مشکلی داشتین یا در مورد برنامه خواست اطلاعات بیشتری کسب کنین با من با شماره 935 449 4013 در ارتباط باشین.